توی این قسمت کلیپ ما یکی دو تا چیز دیگه هم داریم که یه کمی جینگولک بازیه، ولی خب شاید دونستنش بد نباشه. شما اگر تیکه آخر این کلیپ رو انتخاب بکنید، بیاید اینجا توی کلیپ Fade to Black and White یا سپیا یا Dream برای شما یه همچین چیزی رو درست میکنه. Turn off automatic transition. اوکی. و حالا از یه جای کلیپ شما رو کات میکنه، یه ترانزیشن فید هم بهش اضافه میکنه و بعد یه فیلتر دریم روی این یکی میندازه. در واقع سه چهار تا کار رو خودش همزمان انجام میده. اگر من انتخابش بکنم بیام اینجا توی کلیپ فید تو بلک اند وایت، این همین کار رو انجام میده، این دفعه بلک اند وایتش میکنه. اگر من بخوام میتونم بیام توی کلیپ حالا اسلو موشن رو بزنم یا فست فوروارد رو بزنم. من اگه بخوام میتونم انتخابش بکنم اینجا اسلو موشن طبیعتاً اینه که شما اسپید رو کم بکنید، فست فوروارد اینه که شما اسپید رو زیاد بکنید. یه اینستنت ریپلی هم اینجا هستش. من اگه بیام بگم که خب حالا اینستنت ریپلی این اتفاق رو، این تیک آخر رو برای من یه بار ریپلیش رو نشون بده، چون خیلی حرکت هیجان انگیزیه. انتخابش بکنیم کلیپ ریوایند اگه بزنین که اصلا بر شما این تیکر ریوایند میکنه، دقیقا کاتش میکنه، ریورسش میکنه. یعنی اگه ببینیم یه همچین اتفاقی میفته. اون قسمت وسط رو کات میکنه و ریورس میکنه سرعتش رو، همینطور که شما اینجا میبینید این خرگوشه دیده میشه و حالا ریورس هست. من اینجا این رو میبندم، یه کامند زدم میذارم که برگرده. اگر هم بیایید اینجا تیکه آخر رو دوباره انتخاب بکنم من و اینستنت ریپلی با سرعت 25%، یه همچین اتفاقی میفته. چون واقعا خیلی حرکت ورزشی مهمی بود، اینو میتونستیم ریپلیش رو اینطوری ببینیم. این عنوان هایی که کلا شما این بالا دارین، اسپیشال افکت، فید تو، جامپ کات، ات بیت مارکس، ریوایند، اینستنت ریپلی، فاست فوروارد، اسلو موشن، اینا همشون توی همون کلیپ ها هستن و همشون با ترکیبی از چیزهای دیگه توی خود آی مووی هستن که خب خود آی مووی اومده اینا رو برای شما یه مقداری اینجا ساده تر کرده کارتون و حالا چند مرحله کار رو به یه مرحله تبدیل کرده.